ارتباطات من به شکل آنلاین اکثر از طریق فیسبوک انجام می شود. من بیشتر از طریق پیام کتبی با دوستانم صحبت می کنم و بسیار کم از ایمیل و یا اسکایپ برای این هدف استفاده می کنم. استفاده از بازی های آنلاین برای ارتباط با سایرین. وقتی میخوام یک درخواست دوستی را در فیسبوک بپذیرم، اساساً میبینم چند دوست مشترک داریم. اگر کدام وقت در یک صنف اسپانیایی بودم و چند تا بچه را قبلا ندیدم در صنف ببینم، به سراغ فیسبوکم خواهم رفت و بعدا شاید بتوانیم در فیسبوک با هم دوست شویم یا هیچ دوستی در ایکس باکس لایف که مانند فیسبوک هست نداشته باشم. در این پلتفرم میتوانید درخواست دوستی با کسانی بدهید که میشناسید یا نمیشناسید. و من بیشتر دوست دارم که با کسانی که آشنایم دوستیم را ادامه بدهم. من معمولاً شماره تماس افراد را از طریق مکتب به دست میارم یا اگر شماره تلفنشان را مثلا از طریق دیدار قبلی پیشاپیش داشته باشم. معمولاً برای آشنایی با کسانی که نمیشناسم توجهی به فیسبوکشان ندارم. معمولاً با آنها از طریق یکی از صنف‌ها آشنا میشوم. اگر هیچ دوست من حضور آنلاین نداشته باشد، اکثراً میروم و یک بازی آنلاین تصادفی انجام میدهم و فقط قصد داشتم یک دوست آنلاین پیدا کنم. وقتی 11 ساله بودم اول یک حساب اسکایپ باز کردم و به عنوان کسی که تازه وارد شده بعضی از دوستان تصادفی هم میخواستن با من در آنجا دوست شوند. یک دوستم رو یک بار در فیسبوک دیدم و احساس ناراحتی به من دست داد. یک لحظه عجیب و ناخوشایند در اینترنت داشتم. من این مرد رو هرگز ندیدم. نام و زبان متفاوتی دارد که قبلا اصلا ندیدم و بارها تلاش کرده که مرا در فهرست دوستان خود اضافه کند. درخواست دوستیش رو پذیرفتم و شروع کرد به صحبت با من. از سن سالم پرسید و گفتم که 11 ساله هستم و او گفت که 12 ساله است و پرسیدم کجا زندگی میکنی؟ از یک زبان بسیار زشت استفاده میکرد و بسیار دشنام میداد و اکثرشان نسبت به من گفته میشد. قبل از این که من از او چیزی بپرسم، او شروع کرد به صحبت با من و سوالات زیادی از من پرسید و مادرم از این موضوع واقعا عصبانی شد. وقتی که حالا به آن فکر میکنم واقعا میتوانم بفهمم چرا عصبانی شده بود، زیرا من آن شخص را اصلا نمیشناختم. اگر مثلا آنلاین باشید و کسی شما را اذیت کند، واقعا نمیتوانید آن شخص را بیابید، چون ممکن است 50 یا 100 مایل از شما دورتر باشد، یا میتوانید به سادگی مایکروفونتان را خاموش کنید و بازی را ترک نمایید. اگر در یک وضعیت ناخوشایند قرار داشتید، توصیه من این است که اگر کسی شما را اذیت میکرد، دیگر با او صحبت نکنید. به چیزی که میگوید توجه نکنید، فقط با وی بی توجه باشید. وقتی میدانید که مثلا از اسکایپ یا پیام کتبی استفاده نمی کنید، این احساس عجیب به شما دست می دهد که این کار درست نیست. فکر نمی کنم باید این کار را انجام دهم. وقتی این احساس به شما دست می دهد که باید قطعا کمپیوترتان را خاموش کنید و یا با آن خداحافظی کنید، تلاش کنید اصلا به آن توجهی نداشته باشید. اگر شروع به یک بازی آنلاین بدین شکل می کنید، تلاش نمایید از نام واقعی و اصلیتان استفاده نکنید و هیچ نام و آدرس خانه شماره تماستان را ندهید. یک جنبه جالب توانایی برای ایجاد ارتباطات با سایرین که با آن آشنا نیستید آن است که احساس میکنید به آنها نزدیک هستید، اما نه بسیار نزدیک، و میتوانید با آنها بیشتر آشنا شوید و شاید بتوانید علاقهشان را در کارها بیابید و با دوستان واقعی آنها تبدیل شوید. دوستان خوبی دارم که از شهر ردوود هستند و با آنها بسکتبال بازی کرده ام و با آنها وقتی یک بار بازی کردم بیشتر آشنا شدم و شخصیت آنها را خوش دارم و بعدا شروع کردیم به صحبت درباره فیسبوک و دوستان زندگی واقعی من. من با افرادی از قطر، انگلستان و دیگر کشورها صحبت کرده ام. این به من کمک میکند بیشتر اجتماعی شوم و به این فکر کنم که کجا زندگی میکنم و بدین شکل میتوانید با دیگر بخش های جهان نیز آشنا شوید و احساس کنید تجربه زندگی در آنجا را دارید. فکر میکنم بستگی دارد به این که با چه کسی گپ میزنید، زیرا اگر واقعا به آن شخص نزدیک هستید و او را میشناسید و فقط دارید با هم گپ دوستانه میزنید، پیام های دوستانه و صادقانه را بدل میکنید، این یک مشکل بزرگ نیست. اما وقتی با افرادی صحبت میکنید که به خوبی با آنها آشنا نیستید و شخصا با آنها صحبت نکرده اید، هرگز نمیدانید چه واکنشی به حرفهای شما دارند و از چه شخصیتی برخوردارند و میدانید اگر واقعا میخواهید با کسی که هیچگاه شخصا از روبرو گفتگو نکرده اید صحبت کنید، میتواند کار خوبی باشد، زیرا فرصت آن را دارید تا با کسی که امکان دوستی را نداشته اید حالا دوست و آشنا شوید. پس باید خودتان هر روزه موقعیت را بررسی کنید و ببینید بهترین کار کدام است.